به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها، پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. آقا مثل این که نسخه جدید پهپاد شاهد بدجوری غربی ها رو نگران کرده، وزیر دفاع جدید انگلیس طی یه سفر سرزده رفته اوکراین. گرانیت شاپس وزیر دفاع جدید انگلیس در اوکراین با زلنسکی دیدار کرد. دو طرف درباره تقویت دفاع هوایی اوکراین گفتگو کردند و این موضوع رو در آستانه فصل زمستان بسیار مهم اعلام کردند. میخوان از همین الان واسه پهپادهای شاهد که به موتور جت هم مجهز شدن آمادگی بگیرن. این روزا بحث قدرت پهپادی و موشکی ایران تو همه جا هست. حالا بریم قدرت موشکای ایرانی رو از زبان تحلیلگر صهیونیست بشنویم. این تحلیلگر میگه که موشکای ایرانی بر هر سامانه دفاعی غلبه میکنن. Big problem with the Iranian ballistic missile arsenal is, as General Kimmitt and Ambassador Roebuck and other people with experience in strategy would tell you, quantity becomes quality. The Iranians have so many ballistic missiles that even had the Saudis or the Emiratis bought the Israeli Arrow system. Israeli system developed with American contributions, money-wise and otherwise. How many systems can they station around the kingdom? The Iranian missiles would overwhelm any defense. What Israel and other countries, obviously the United States, can help with is early warning in order for the population to be protected. If you have enough of an early warning, if you have shelters, if you have, or at least even metro systems, you can go into the tunnels, you can get protection, and then of course this would be the first همین قدرت باعث وحشت سناتورهای آمریکایی هم شده، چون تحریم‌های موشک ایران رو به اتمامه و قرار از این به بعد موشک‌های خفن‌تری هم بسازیم و صادر کنیم. سازمان امنیت داخلی اسرائیل هم اعلام کرده که عملیاتی به رهبری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کرانه باختری برای ترور ایتامر بن گویر وزیر امنیت داخلی این کشور و حمله به اسرائیلی‌ها را خنثا کرده است. آخه کی اینو میخواد ترور کنه؟ در بیانیه این سازمان اومده که ماموران این سازمان با همکاری پلیس و نیروهای وزارت دفاع 3 فلسطینی و 2 شهروند عرب تبار اسرائیلی را که در استخدام ایران بودند تا امنیت اسرائیل را بی‌ثبات کنند بازداشت کردند. جمهوری اسلامی ایران از رگ گردن به شما نزدیکتره. در حالی که اسرائیلی ها نگران قدرت نظامی و قدرت نفوذ ایران در خاک رژیم صهیونیستی و اقصا نقاط جهان هستند، محمد اسلامی با رئیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان دیدار کرده و نگرانی های دشمنان ایران رو افزایش داده. رئیس سازمان انرژی اتمی کشور که به وین سفر کرده بود با رئیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. اسلامی بر ضرورت توسعه روابط دو جانبه و گسترش همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید کرد. الان آمریکا میره محمد اسلامی رو تحریم میکنه تا نتونه با کسی دیدار و گفتگو کنه. اما حالا بریم سراغ یک خبر توپ و البته براندازسوز. احداث پایگاه دائمی ایران در قطب جنوب. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته برنامه اینه که پرچم ایران رو در اونجا بالا ببریم و یک پایگاه دائمی احداث کنیم. یه پایگاه داشته باشیم اساسا. خب ما در قطب جنوب مستظر هستیم، چون از سواحل زیبای مکران مسلط هستیم به قطب جنوب. بله. در اونجا ملکیت داریم. بله. و بله. این ملکیت متعلق به مردم هست و انشالله برنامه‌مون اینه که بتونیم پرچم رو اونجا انشالله بالا ببریم و اون تیم، چون اونجا به هر حال هم کار صرف نظامی نیست، کار علمی باید بشه. بله بله. عزیزان عالم ما هم دارن آماده میشن انشالله که بریم یک کار مشترک همگانی در واقع جمعی حاصل تلاش مردم عزیزمون رو طبق دستور مولامون انشالله اونجا اجرایی. پس در واقع میشه گفته که قول
دریادار ایرانی این است به مردم که انشاءالله ما یک پایگاه دائمی انشاءالله تأسیس خواهیم کرد در قطب جنوب. انشاءالله. از وقتی که این براندازا گفتن جمهوری اسلامی برف امسالو نمیبینه، ایران روز به روز داره پیشرفت میکنه. سپاه قرار پرچم سرنگ کشور رو تو قطب جنوب به اهتزاز در بیاره. از این طرف براندازای خارج نشین هم در جدیدترین حرکت برای خالی کردن جیب براندازای احمق‌تر از خودشون یه راهپیمایی 5 کیلومتری رو انداختن که واسه شرکت کردن باید پول بدی. واقعا زن زندگی آزادی برای هر کی نون نداشت واسه اینا خوب پولی داشت. حالا یه خبر دیگه هم بهتون بدم که حال این جماعت خودفروخته رو حسابی گرفته. در تازه ترین اقدام وزارت اطلاعات، سرشبکه و تحریک کننده اغتشاشات در کرمان دستگیر شد. رئیس دادگستری کرمان گفته که سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه کرمان، یکی از سرشبکه‌های اصلی تحریک کننده اغتشاشات که به صورت مسلحانه با ایجاد شبکه قصد ایجاد ناآرامی در کرمان داشت را دستگیر کرد. متهم به صورت گسترده با معاندین، سرکردگان اغتشاشات و اعتراضات مسلحانه پارسال و برخی مدیران رسانه‌های تروریستی خارج نشین و سران منتسب به سلطنت طلبان در بیرون از کشور ارتباط داشته. متهم به صورت گسترده در فضای مجازی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر و واتساپ در خصوص تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام فعالیت داشته است. رهبراتون تو خارج به خاطر راهپیمایی از براندازا پول میگیرن و میرن باش عشق و حال میکنن، شما بدبختای فریب خورده روانه گونی های سازمان اطلاعات میشین. کی میخواین از خواب غفلت بیدار بشین واقعا؟ بگذاریم آقا، بریم سراغ یه خبر در مورد منحل شدن حکومت قره‌باغ. اسپوتنیک گفته رئیس جمهوری خودخوانده قره‌باغ فرمان انحلال همه نهادهای این جمهوری را امضا کرده و حداکثر تا اول ژانویه 2024 همه آنها منحل خواهند شد. الجزیره هم گفته که رئیس جمهوری خودخوانده به ساکنان قره‌باغ اعلام کرده از شرایط ادغام در جمهوری آذربایجان مطلع بشن. پاشینیان هم طی صحبت‌های گفته که هیچ یک از ارامنه در قره‌باغ نخواهند ماند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که تحلیل‌ها نشان می‌دهد در روزهای آتی همه ارامنه قره‌باغ این منطقه را ترک خواهند کرد. آیا تحلیل‌ها نشون نمی‌ده که سیاست‌های اشتباه تو باعث شد مردم ارامنه قره‌باغ را ترک کنند؟ و اما در انتهای این ویدیو هم بریم سراغ صحبت‌های سرلشکر سلامی درباره تضعیف دشمن و پیشرفت چشمگیر جمهوری اسلامی ایران. و تا شما هستید نسلی که تکثیر شده و پرچم را از ما و شما گرفته است، همان روحیه را دارد، با همان عشق، معرفت، با همان ادب می جنگند. و برای همین برادران عزیز، این 44-45 سال تماماً سرشار از بغض دشمن و صلابت شما بوده است و فرزندان شما. دشمنم دست نکشیده است، شکست خورده است، شکست پی شکست، ولی دوباره برخاسته است، از زاویه دیگری آمده است، از رو نرفته است، اما زائل شده است، سست شده است، کم جان شده است، کم رمق شده است، افسرده شده است. دیگر آن دشمن سالهای دور نیست، واقعا نیست. ولی شما مدام پیروز شده اید، قوی شده اید. نگاه کنید به صحنه، یک روز با RPG که می جنگیدید فکر می کردید که این قوی ترین سلاح عالم است که در دست شماست، با آن می جنگیدید. ولی دیروز ماهواره فرستادید به آسمان، ماهواره، موشکی که ماهواره می برد و ماهواره‌ای که در مدار جای می گیرد و به دور زمین می چرخد به نام اسلام، به نام ایران. هر جا دشمن علیه ما فتنه کرد، ما موفق شدیم. و من به شما بگویم تمام اسرار موفقیت ما در شهادت مردان و زنان ماست در دوره سخت دفاع مقدس. اون خونها هرگز خشک نمی شود،
جاری است. خون شهید همیشه تازه است، جاری است. حیات شهید، زندگی او همیشه جاری است. نزد خدا روزی خوار است. و این حماسه ها یکی بعد از دیگری آمد. این کشور پیشرفت کرد در کنارهای مدیترانه و دریای سرخ، جنگید، دشمن رو تجزیه کرد، اذن عمل به اون نداد، مزدورانش را تعقیب کرد. به داستانهای شگفتانگیز فرمانده جاودانه ما شهید حاج قاسم سلیمانی نگاه کنید، ببینید او چه کرد، چگونه دشمن را تعقیب می کرد. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.